دست شما درد نکنه، عجب نیمروی زدم تو رگ، حالشو بردم. یکی کم سیر گرگه کردیم. ببینم من نفهمیدم اینجا برای چی اومدم، برای چی رفتم. برای چی اومدی؟ برای این اومدم ببینم من نبودم، در غیابم کسی بسته نهی برد بده به احمد. احمد که مرده که بابا خدا. حالا رو که نمیگم. اون موقعی که در حیات بود، یعنی زنده بود. به من که ندارد، یعنی من ندیدم. تو ندید؟ نمیدونم، یه بار یه بسته یکی اوورد داد به صابر منتهی، پلاستیک مشکی بود، حرف داداشی اونا هم زبان من نمیدونم، مال شما بود. به نظرم این وسط یکی پول منو میخواد ها پولیش کنه. من نمیدونم پول بوده، یه پلاستیک مشکی بود، من توشو ندیدم. کی؟ یا صابره، یا احمده، یا رفیق احمده. مادر زایده نشده که پول من رو بتونه ها پولیش کنه. بله. از حلقومش میکشم بیرون. باریکلا خدا حافظتو. خدا حافظ. نشو یادشه. من به خاطر این اینجا اومدم که ببینم 600 هزار دلار رو به برادرم دادی یا نه. بله بردم، دادم به برادرت. به پسرش که ندادی؟ نه، پسرش به خود او صمد دادم. رسیدم گرفتی؟ رسیدم گرفتی، آبم بخورم رسید میگیرم. آفرین به تو، ببینم رسیدو. چشم، همینجون زحمت میکنم رسید میگیرم. چه خبر از استرالیا؟ خدا رو شکر، 100 هزار خدا رو شکر، انشالله چه خوش باشین. بزرگ معرفتتون. بله بله، من خدمت شما رسیده. باریکلا خودشه، ببین پول گرفته و اصلا رو هوا رفته، زیر زمین رفته، بشکنه جفت دستام، دستام نمک نداره. فقط دعا کنی این پول پیدا شه، چیرنیه شما رو هم میدن. چشم، انشالله که پیدا میشه با امید خدا. ما دعا میکنیم پیدا میشه انشالله. خدا دهانتون بشنه، فعلا با اجازتون. خدا حافظ. قبل از این که برم خارج یه سری میام بهتون میدم. نزدم نه نکنه. قربانت باشی. شد شده یادم رفته بسی سوقاتی براتون رو برده بودم، یک جفت جوراب بفرمید، حالشو ببرید، بعدا برای شما هم می آورم. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. باشه خوشگلی. بذار بذار. اون کفش مال منه فریده، بس چی کفش منه پوچیدی؟ بابا این اندازه شما نیست اصلا، زنونه اندازه است، درش بیر ببینم. در بیارم بیشم برای من آوردی. باشه اندازه است، در بیار فریده. در بیارم. باشه چشم. دست نزن به چمه دونم جون بابا، بفهمید پدرتو در بیاره. عطر بچه ها آماده شین، سریع آماده شین. چی داری؟ اسپری. چی؟ مارک شیه خیلی. اسپری؟ که حشره کشه که. کو این از؟ سوسکه. آن سوسکه شبیه اسب سوسکه شد. خیلی شبیه اسبه. آره. ولی بازم بوش خوبه. بزر فکر کنم کامرانه، در باز کن. بزر. تو نه فرزنه. بزر فریده باز کنه، فرزنه. چرا؟ بابا بالاخره خواهر بزرگتر، اعترابش واجبه. باز کن فریده. بله. سلام فرزنه خانم، یخمک گرفتم براتون، داره آب میشه. آقا کامران من فریدم. چهی بابا اینا پاره شد. باشه بابا هر کسی در رو واکن. بی‌تربیت. بی‌تربیت. حقته. واقعا اصلا بی‌تربیت نیست به نظر من، خیلی هم معدب. خلایق هر چه لایه. بخ بخ بخ. تو نادر ماه به ما جورابی تو عوض نمی کنیم. میذاری بعد از قار علیسه سوراخ بشه. آره چی شده امروز برای من دستمال سر بستی؟ آقا داریم میریم پیش دکترا، پرستارا، آدم حسابیا. آقا یه تیپی بزنیم برای آبرو خودت هم هستی. نه خوبه. تمام دست و بالمون یخمکی شد. سلام خوبی؟ تمام دستمون چسبناک شد. و ببینم دوباره یخمک گرفتی برای دورتا؟ بابا اوستا خب نمیفهمه دیگه، بچه هست. من میگم بره
فریده یه حوله بده کامران جان دستشو باش. بله بله. نه بابا چی بلا؟ تموم شوز. بریم. ما رو خود کردی شما. بریم. ما رفتیم. خدا حافظ. داری میری برای منم بستنی برم. باش. با پاستیلا. باش. زودم بیا. مال منه. بده من. واسه تو خنده. تو که اینو خوردی خب یه دونه بده دیگه. خانم دکتر خسته نباشید. شما هم خسته نباشید. تموم شد. بسیار خوب. بتن. ماشاءالله این روز حالتون خیلی بهتره ها. بله نسبت به دیروز خیلی بهتره. خب الحمدلله. فقط خانم تو که این قسمت تو اینجا خوب پیش تو درست میشه. مشکلی نیست. یعنی مثل روز اول. مثل روز اول. تو اصلا یه آشنا دارم میدم بدون رنگ و سر در میارم. بس دیگه تو. فقط بلد مزه بپرونه. ببخشید من البته میدونم که برای شما خیلی مهمه. آهای نادر. ولی دختر مردم دروغ نگی ها. بله چشم. برادرم هستن. میدونم براتون مهم نیست بیشتر خود من برای شما مهمم ولی میخواستم بگم من یه ازدواج قبلا ناموفق انجام دادم که حاصل این ازدواجم یه بچه 5 ساله است دورساس اسمش خیلی بچه بامزه ایه میتونیم در کنار هم خلاصه بعد ما یه خونه داریم 2 طبقه است که یه طبقهش مال همین داداشمه اون یکی طبقهش اگه خدا بخواد و بذارن نصفش مال منه که حتما میتونیم اونجا با هم دیگه پس دیگه انشالله حالا من نمیدونم شما چیزی نمیخواد بگید یعنی اصلا هیچ کارشی. من گلپوچ نه گلپوچ الان وقت چیز الان صحبت کنیم بعدا هیچی نظری ندارید که بالاخره سکوتو من دوست دارم و گلپوچ هم دوست دارم ولی بگید یه چیزی بگیم بهتره دیگه بله چی؟ کارشی کار چرا اینجوری خب این کاره؟ کارم چیه؟ آره؟ خانم طاهریان خانم طاهریان خانم طاهریان مثل که با شما چرا اینجوری بود؟ مگه نمیدونی ناشنواست؟ ناشنواست؟ نمیدونستی خب مگه بده؟ نه خوبه زن آدم ناشنوا باشه که خیلی خوبه هرچی بخواهی میدیدم خب جواب بده بردار دیگه سخته چی؟ این که نشنوه بگو دوباره بیشتر چی؟ چون ناراحتی دوباره؟ چون ناراحتی چیزی نیست بابا خیلی سخته بگو چی سخته همین که نشنوی روبروی چی میگه هی بابا بابا بگو چی شده هیچ را تو برو تو من اصلا به من بگو برو میگم تو دیگه بابا تو برو ناراحت شدی برو دیگه برو آره ناراحت بیا درسا بیا یه بوس بده ببخشید حواسو چیش دون به من باشه نمیدونم قرون آخرش ازت میگیرم بخوری راست میگه پول عموجونو چرا نمیدین من این آقا نیستم این گوشکو باستم به حقم بخوری عموجون باز بابام عصبت خود شد از قربون عموجون به این واقعا مارکش برانیه برانیه خوشحالی مزینه عموجون ما هم که هیچی نمیدونستم با بهتت خانم ازدواج کردی حالا یه جفت جوراب برات گرفتم بعدها برات میارم محمود جونم ما هم دیگه مو نه اتفاقا من عاشق شما هستم از همون روز برامو دوستت دارم برات یه چیزی مامانی گرفتم بعدم برات میارم دمت گرم غم شما کم درستا بابا نادر کو حیات چرا تو حیات نشستی؟ خوبه چیزی شده؟ با
بابا اخ نکنید، بخندید دیگه، بخند تا دنیا هم بهت بخنده. بابا این مزخرفات یادتون دادن، دنیا بهت بخنده. امو اگه چیزی شده به من بگو، ببین درد دل خودش آدمو سبک میکنه ها. بریز بیرون خودتو، یه نفس عمیق بکش اصلا، بکشم یه نفس عمیق بکش، چه اشکال داره؟ دیدی تاثیر داشت؟ نه؟ بذار یه سیگار دیگه بکش. عمو نکش دیگه، تو رو خود نکش دیگه، عمو عمو جان نکش، چه فرقی میکنه؟ بده من اینو. بیا بابا حرف بزنید، خودتون رو سبک کنید عمو، حرف بزن. یه مقدار برام سخته، یه موضوعیه که نمیتونم. چیز کن، ببین پشتو کن به من که چشم تو چشم هم نباشیم، اینجوری شاید راحت تر بتونی بگی. پشت آه این کارا چی؟ ای آره ببین خیلی راحت تر شده. گفتم من راحته. چقدر تأثیر داره ببینی چی شده؟ ما با صابر میریم فیزیوتراپی، اونجا یه خانومی هست که کار میکنه، بعد من نمیدونم چجوری بگم، یه مقدار مبارکه. این که خوبه، مشکلش کجاست همون؟ یه مشکل وجود داره. چی؟ ناشنواست. دیگه مشکل نیست همون، چه اشکال داره؟ چرا مشکل نیست؟ وا اصلا اینو ملاک نیست عمو جان، مهمون دوست داشتن است که هست، بقیه چیزا خود به خود حل میشه. و نکته بعد این که شما ستاره هاتون به هم میخوره. خورد اونا ستاره ها خورد داره. خب دیگه اینو باش ببین، ماه تولد و سال تولد اینا هم ازش بپرسه دیگه حله. میدونم اصلا همین مشکل حرف زدن من، همین چیزایی که تو میگی که مهمم هست و چجوری ازش بپرسم، نمیشه که. عمو جان یه چیزی بهت بگم، ببین آدمای اینجوری، آدمای ناشنوا نابینا، احساساتشون خیلی از من تو بیشتره. آره اونو قبول داره. قبول داری؟ اصلا نیازی نیست خیلی موقعا یه چیزایی رو بهشون بگی، هم نگاه کنی اون خودش میفهمه. باور کن، ببین بیشترم خانوما ها، خانوما بیشتر. باور کن تمام حرفایی رو که تو نزدی اصلا به اون خانوما، اون خانوم خودش شنیده. آره. اول برخوردم اینقدر جالب بود. تو میدونی این چیه؟ واه بچه بدونین دیگه گل یا پوش میاد. نه نه این چیزه، یعنی کار چیه؟ اول آره ازم پرسید کار چیه، یعنی جالب بود برام. بچه ما گفتید که من کار، نه بهش یه مقدار دروغ گفتم، یک گفتم کار نیمه وقت داره. خب الان از احساستون بگین یه ذره. بیشتر عاشقشم، خب خیلی سخته بعد از دو سال. دیوانه رفت. فریده؟ بله عمو. ببخشید ببخشید فریده، از اون قضیه فعلا به کسی چیزی نگی ها. آره زوده دیگه، بزن بعدا. چرا الان داری به من میگی؟ چی شده مگه؟ دم نگرده، میخواد بابا یه مامون دیگه بیاره تو این خونه. نه من دورو میخوام ماما. چرا نمیتونی بیای؟ بیای زود میای خدا.
لیدر زن جنترمن به نظر من مشکل نیست. یک زن بابای خوب بهتر از هزار تا زن بیوفا و بیصفا. حیف نونه. آفرین آفرین. اینو که دیگه من نمیام دیگه، یک مرد اینترنشنال داره میگه با کولهباری از تجربه های بین المللی. عمو جان یه بار دیگه به این حال کنی. آخر یک فرد آدم حسابی که مادر خوب باشه آفره. دختر بچهشو دست یک آدم فردی که اصلا یک قرون نمیارده معتاد مواد مخدر تو لجن فرو رفته دست اون میسپره. این درسته. شما اصلا معلوم نیست اینوری یا اونوری عمو جان؟ اینوری اونوری نداره نادر جان، زن بی زن. احسن، منم با ازدواج مجدد مخالفه. آفری همون شد. شما چی تو آقا صابه؟ شما خلط مبحث نکن. نادر اگه عرضه داشت به همون زن اول زندگی میکرد. بس شما هم مخالفین دیگه. خیلی خوب. حالا چند نفر مخالفه هم مخالفه قیام کنن. آبا ولکنی. آقا ولی من موافقم. میدونی چرا اوستا؟ چون با این یه کارش دو نشون میدن. هم شما رو میبره فیزیوتراپی، هم واسه اون درسته تفلک یه مادری چیزی پیدا میشه دیگه به هر حال. به تو ربطی نداره. تو دخالت نکن. دخالت نکن چی اوستا؟ خب اون درسته گناه داره مادر میخواد. یه بحث خانوادگیه. به تو ربطی نداره. دخالت نکن. اون اگه خودش هم نتونه حق خودشو بگیره من حق اونو میگیرم. ما اینجا خانواده سالم میخوایم. ما آدم عذب نمیخوایم. میخوایم؟ نه نه نه. تو میخوای کار مفید انجام بدی؟ بله. خیلی خوب. آب و حوض حیات کثیف شده. برو عوضش کن. باشه. ایول. نوکرتم. ببینید در تکمیل صحبت‌های آقا کامران این نکته رو فراموش نکنید. هممون باید به احساسات عمو نادرم احترام بذاریم. به نظر من حرف آخر رو باید از زبون آقا جون بشنویم. حیف که بینمون نیست. وگرنه خودش صد خط بود. درسته که نیستن عمو جون. ولی روز آخر آقا جون منو صدا زد. گفت صاحب گفتم ساکت باشید. ساکت باشید. همه آروم باشید. خواهش کنم همه سکوت کنن. آروم باشید. خواهش میکنم. ساکت. بله داشتم میگفتم روز آخر آقا جون منو صدا زد. گفت صابر. گفتم بله آقا جون اجازه بدید دستتون رو ببوسم. گفت لازم نکردی. گفت من تو رو صدا زدم که ببینم قبل از اینکه من میخوام برم تو سوالی چیزی از من ندارید. گفتم نه آقا جون من سوالی ندارم، ولی من فکر کنم یه چیزی میخواین شما به نادر بگید. گفتم شما به من بگید من بهش میگم. گفت بهش بگو معتاد بدبخت بیچاره، تو اگه عملی نبودی همون زن اولت باهات زندگی میکرد. تو اگه اینجوری باشی صد تا زنم بگیره عمو جان، صد تا زنم بگیره باز نمیتونه باهاش زندگی بکنه. ولی چی گفتم؟ ببین آقا جون تو کجاشو دیده؟ همینه دیگه. خب باشه حرف آقا جون محترمه، ولی داداش من قانونا میتونم دوباره ازدواج کنم، به کسی هم ربطی نداره. کاملا درست میگی عمو جون. حق گرفتنیه، حق تو بگیر. احسن توفیق. از نظر قانونی بله شما میتونی زن بگیری، اما اون کوفتی که تو جونته با اون چه جوری میخوای زن بگیری؟ باز دوباره اون کوفتی رو ولش کنین، گیر دادین به اون، من ترکش میکنم. خوبه تو آقا ترک کنم؟ بابا من میدم. اما دو روز ترکی. آها راستی بعد اصلا واسم. من دو روز ترک کردم. به خدا رو چه؟ بله. چقدرم اتفاقا اصلا خونم رقیق شده. خدا حس کنم. به صورت هم میدیدم تو آینه. خب اینم که ترک کردم پس تموم رو دیگه. تموم شد. آره حل بله. این کوفتی انگیزه میخواست که انگیزه شما بذاری کنار. منم سرخ سفید شدی. قربونت برم. بابا نادر که انقدر تو رو دوست داره هیچ وقت نمیره واسه مامان جدید بیاره. چرا انقدر تو ناراحتی؟ چرا خودش گفت؟ خودش چی گفت؟ مگه ما میذاریم واسه درس مامان جدید بیاره؟ ما دعواش میکنیم. خب هیچکی نمیذاره، تو خیالت راحت باشه، ناراحت نباش دیگه. نیا کن عمو کامران چه جوری داره آب حوض میکشه. چه جوری؟ شما یه ساعت اونجا داری چیکار میکنی همینطوری وایسادی؟ داره تو رو نگاه میکنه. میگه دیگه داشتم نگاه میکردم چقدر بهتون میاد که مادر بشی. از اون مادرهای مهربون. به به شما هم خیلی میاد که پدر بشم؟ نه به اینکه آب حوض بکشی. نه اونو که میدونم، من فقط میخواستم یه چیزی خدمتتون عرض کنم. اونم اینه که نه خواهش میکنم بفرمایید بفرمایید بفرمایید. دست شما در نکنه. من خواستم بگم که در موردیم چی درست ها؟ خب برحال ازدواج مال مرده، مال زنه، هر کسی ازدواج میکنه. ازدواج یعنی چی؟ یعنی عروس داماد؟ همینو میخواستی نه؟ این برجک رو نمیشناسی شما؟
اسفناج گفتم، چه اشکالی داره اسفناج؟ حبیت، حبیت برای چش خوبه. باریکلا بچه باهوشی، اسفناج، حبیت، اینا چی داره که آدم جون میشه. فعلا بس کنیم باشه. بعدم تازه تو این درهم برهمی خونه که نمیشه بابا با از این حرفا زد. فرزان خانم کدوم درهم برهمی؟ دو روز بود اوسا مرده بود، خواستگار واسه فرید خانم اومد، اینا کلاشون هم داشتیم. حالا تمومش کنی. یه دقیقه فکر کنم تو دارن صدات میکنن. آره باشه باشه. اگه یه دقیقه بری تو. باشه برو تو اینجا آفتاب هم تو سرته. باشه برو. این خیلی بچه فهمیده تر از شماست. منظورم اینه که به هر حال ژنیه، به عمه‌اش رفته، به خاله‌اش. من می‌خواستم بدونم که خاله چی کار کنیم الان؟ برین آب حوضتون رو بکشیم دیگه. باش. اینم من گفتم، فقط میخواستم الان نظر خودتون رو شخصا بدونم که بدونم کجای کارم. نظر من؟ آخه راستش غافلگیر شدم من. آقا تو من چی کار میکنی؟ آقا من چی کار میکنی؟ ای وای آخه ببخشید، معذرت میخوام، معذرت میخوام، حواسم نبود، من یهو شما فداکاری کردی اصلا پاک، ببخشید داش بیا بابا. باشه باشه. خب حالا که اصلا اینجوری من خودم میام با حرف میزنم. خوبه خوبه، چی میگی بهش؟ ببین عمو تمرکزم به هم میخوره، تکون بابا منم الان تمرکز ندارم. چی شد نایما؟ نه گوش بده به من. خب ببین ما زنا حرفای همو بهتر بلدیم. خب وای عمو نمیتونم حرف بزنم که. ببین فردا که تو خواستی بری فیزیوتراپی منم باهات میام. باشه اومد. ببخشید من اینو خدمتتون عرض میکنم، این اونوای هنوز نه به داره نه به باره. صد بار ما به اینا گفتیم اجازه بدین ما تنور این نونوایی رو روشن بکنیم، شاید یه پولی تزریق بشه به این خانواده از این وضعیت و از این شرایط فراکتبار نجات پیدا بکنن. کسی گوش نمیکنه که پول فند. یعنی چی؟ مهم اصل $600,000 بقیه وللش. بفرم ما رو باش داریم با کی حرف میزنی؟ اون موقع که شما اومدین نونوایی اولین بار من شما رو دیدم به کمال گفتم کمال، گفت جانم، گفتم این خودش، گفت کی؟ گفتم دختر آقا صابر، فرزانه خانوم. یهو شاکی شد و لب برچین جوی، گفت نه. گفتم چرا؟ گفت اگه صابر بفهمه میکشتت، پوست از سرت میکنه. حالا اون هیچی، اون که هیچی، یه دفعه دیگه شما اومدین دم نونوایی، من شما رو دیدم، شما یخمک دستتون بود، بعد من تو دلم اینجا آتیش بود، آتیش، باور کنید. بعد به صابر، به صابر که نه، به کمال گفتم آقا کمال این دوباره خودشه. گفت کی؟ گفتم بابا فرزانه خانوم، دختر آقا صابر. بعد گفتش که ببین اگه صابر بفهمه پوست از سرت میکنه، اگه اون صابر بفهمه پوست از سرت میکنه. گفتم ببین من اگه تو مواد مزاحم هم بندازن من از این تصمیم یعنی منصرف نمیشم. بابا شما اصلا نمیدونستین که خلاصه تو همین فیلم ها به اینکه شما یخمک دستتون بود و اینجا آتیش بود، من اون وقت همین جوری داشتم فکر میکردم که چیکار کنم. گفتش که تا اوستا زنده است نمیتونی کاری بکنی. نادر نایما چی برسو اسفناد چیه؟ ها من نمیفهمم تو چی میگی. برو در کوچه بازی کن. برو عروس تو ما؟ کی؟ با فریده؟ بلم آن هیچی هیچی با تو رسم. من نگاه کن، من نگاه کن ببین فریده اینه خودش نگاه نکن اینه همین؟ بله ایلو کن اونو هم شکل برم بس ببین دوتا بشه بشه کن کن برو بخواد فریده ازدواج کن. فریده؟ فریده خودمو؟ بله بابا. هیچی بابا راست میگی بجن؟ جان من راست میگی خوشحالم کردی. خب به سلامتی. توی خونه که همش قبا خسته بود. برای این نادر نایمد؟ چرا بابا؟ بلند شو. بلند شو. اومد؟ نیفتی. نادر، بیا کم کمک کن. نادر یه. بیا. یواش بشه. خب به سلامتی بجا. بیا حالا بینیم چی کار میکنم. خبر خوش. خوبم که داری راه میری دیگه. خبر خوش هم شده. من بود اعتماد کنم. باید دختر بره دیگه. خیالتم راحت باشه. خوب آره دیگه بهتر شده. اگه قرار حرفی هم باشه خب بهتره که به بابام بگین. بله اون که بله، من که نگفتم فقط شما تصمیم بیا فقط گفتم اول شما خودتون در یالله بشی بشی کاری جان. اوستا
آخه شما چرا اومدین بیرون با این حالتون؟ دست درد نکنی کامی جون. دست درد نکنی چیکار کردی؟ اینو بذارم برم. به به عزب اوز تمیز کردی بابا. واقعا خسته نباشی کارش. خسته بود وظیفه‌مون بود. دست درد نکنه. وظیفه‌مون بود دوست. فرزانه برو یه چیزی بیار بده به کامی جون بخوره خسته بشه. من دیگه ایزه بدین کمالم تنهاس نون وای برم. نه حرف زحمت کنم. کجا میری؟ اجازه خانم آخه اصلا چرا با این پا گذاشتین بیاد؟ نون وای چیه بگی بشین ببینم. بشی یه چیزی بخوری. اگه من میذارم همینجوری بری. دست شما در نکنه اصلا. شیرماز می‌خوری یا نسکافه ها؟ چی؟ من روستا من شیرموز میخوری. معلومه دیگه با شبا چه عرقی هم کرده. تو شیرموز میخوری؟ آره برو دیگه فرض داره برو برای کامی جون خوردنی بیار بخوره. خستگی شاید بیار برو. کامی جون ببین چی بهت میگم، اگه یه موقع حرفی چیزی تو دلت بود به فرزانه نگو، به کسی نگو، بیا به خودم بگو. خب سریع بیا به خودم بگو باشه؟ نه دیگر نداری تو دلتا؟ نه اون که بله، من فقط بخاطر اینکه گفتم فرزانه خانم خودشون عضو گروه یک عضو خانواده هم اول بهشون هم گفته باشم برایشون هم. خب حالا اشکال نداره به فرزانه گفتی، بعدش هم من بهت پست میدم. چی؟ همه کاره نونوایی بشی. من؟ یعنی آره آره میخوام چی کمالی بذارم کنار من. همه کاره تو بشی. من غلام شما. خیلی خوب، از پاهات بیشتر استفاده کن، خیلی عالیه. بیا تطهی کن، تطهی خیلی خوب شد. درستی به ما یه چیز خوشمزه میدم بخوری. شکلات خوبه؟ میشه با این چیزا کاری کنم؟ خودشون الان رو پاشون بیستن تشفیل میشن. آها آره سعی کنید رو پاتون بیستین، محکم پاتون بذارین. از پات کمک بگید. خیلی عالی. نه نه ترسین، نه ترسین، نه ترسین، مسلط باشین. نه نمیترسم. یکم دیگه سعی کنین میتونین. خانم دست درد نکنه. من داداش برم تا پیش فریده. باشه خبرم بهش بدم. باشه یکم حالا سعی کنیم بیاین جلو بدون دست. آها یکم بیشتر سعی کنیم. الان میترسیم؟ نمیشه. نترسین، میشه. یکم دیگه آها پاتونو صاف بذارین، پاتونو صاف بذارین. حالا حرکت کنی. شما تو متولد چه ماهی؟ ماه چه ماهی هستی؟ نه تو بی فهمه. لبخونی بی فهم. ببین نگاه کن، نگاه کن، عموی منه نادر. نادر؟ آفرین نادر. قلبش دلش واسه تو میتپه، تو رو دوست داره، میخواد باهات ازدواج کنه. فقط معتاده نادر. نه 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 معتاد نیست. همون تفریحی رو بگم؟ نه نه همونه، اونم نه. ببین اگه مواشو دوست نداری میتونه بکاره ها. نه خوبه صدام میده. میگه خوبه صدا میده. پس نظرت چیه؟ خوبه شما بیا اون ما با ما تهمت دارین. چشم چشم.
خوشم اومده. از من یا عمو؟ از شما. خود میدونم منم از شما خوشم اومده خانومی. حالا برم به عمو بگم که شما چی به من گفتی. نه نه نمیخواد، همه فهمیدن دیگه، صدات بالاست. خب پس یه دست بزنن دیگه همه. پس ردیف دیگه. عالی، ردیف. چقدر خوش آمد از سلیقه آدمو. اگه جور بشه یه هدیه خوب برات دارم. دست به درد نکنه. شما معلوم از چتونه؟ اگه سرتون انداختی پایین داری میری تو؟ معذرت، ببخشید. ببخشید بابا. اون از بیمارستانی تو، اینم از اینجا. معذرت. هست که برای من اومدینا. شما راست میگی، ببخشید. یه چرتو ببینم. عمو، همه کارتون افتضاحه. بفرم. بیا، ببخشید یادم اومد. کمک کنم؟ سب نگذار، دست بگیر بدن، سب کن، فشار نیار، فشار نیار به چت کن. وای خورو بشین. ببخشید، ببخشید. بمیرم داداش، اصابت خورده. بمیرم حسودیت شده، من میخوام زن بگیرم. بدای سرم، صد تا زن بگیر. بابا، مامان درست هست؟ بابا، زنموه. کی؟ سرم بیاییم بر مریم؟ نه بیا این بر بابا، بادو نه میگم بیا این بر. سلام آقا. سلام علیکم. سلام مریم خانم. حال شما؟ تسلیت میگم. برین تو. خیلی ممنون. خیلی ممنون. بابا یه دو کلمه بگو مریم خانم. برین تو من به تو چه؟ زشتم. برو تو ببر. بابا بخوام با. خیلی خوب میبرم. برین داخل. برین. بیا اینجا ببین. دوباره چرا این مرا پیدات شده؟ من اومدم دورسا رو ببینم. بابا ببینین بابا. مادر دورسا مرد. بابا بچه چی کار داری؟ باز دوباره زهرماری دیر شد، دق و دلت سر بچه خالی میکنی؟ آره؟ خانم محترم، به شما هیچ ربطی نداره. من بچه خودم میدونم چجوری تربیتش کنم، شما بفرمایید. تو برو خونه. اون بچه بچه منم هست، نکنه یادت رفته. مادر نمونه. چرا دیروز که مأمور فرستادی دنبال من احساسات مادرانت گل نکرده بود؟ تو برو دیگه، برو. برات متاسفم که هیچ وقت نتونستی زنتو بشناسی آقا نادر. اگه واسه این مهریه فشار میآوردم، واسه این بود که میخواستم بری سر کار، میخواستم اون زهرماری تو ترک کنی. بیا ورشون داره، همش مال خودت. من هیچی نمیخوام. خیلی خواب سکاتم دادی دیگه، برو برو ببینم بچه رو من بزرگش کنم. میگم برو. چرا وقتی برش کردی به همونو خدای نرفر نمیزدی؟ برو دیگه این برافه داد نشه. قشنگ بگرد نیست. آره نیست. نه نه ای بابا نشد. نه اون چی بود بابا؟ نه نه سیم برق نشد. آره یه دار دیگه بار. قشنگ برو نگاه کن، دست بکش. بابا سرم خورد. سر به کجا خورد؟ این چوبه. بس من تو رو بذارم پایین. خدا نه اینم یه دونه. خب بشونی بیم چند تا شد. اینم یه دونه چارده من این دارم میکنم. نه این رو الان برداشتیم. آره خب باش. این دویست منیه. تو بشمار چند تا سینا. یک و چار، یک و دو و سه و چار و چار و پنج و شیش هفت و هشت هشتا. این نه تا بود. از کجا میدونه؟
نکته بود دیگه. میگم میتونی یه زنگ بزنی هم مامانو شمارهشو داری مامانو؟ دادو پنجه دیگه. آره اولش دو دو پنجه. بپرس ببین چند تا بوده اینا که پرت کرد. بابا. بس اینا. من موبایلو. ببین ساعت چنده؟ این را تکرار بزنی دیگه. آره. بخوای چیکار کنی؟ من میارم دیگه. بده من. بیا. دوازده. اوه دوازده. بابا فکر میکنی گربه این سکه رو نخورده؟ گربه زرده؟ اون دیگه اونجاست. نه من هم یه بار فکر کردم قرقلوت هم خورده ولی نخورده بود. تو جیب من بود. قیافش غلط اندازه ولی خلاف نیست. خب تو اینا رو ببر بذار تو خونه. میرم بازی کنم. باشه اینا رو بذار تو خونه. باشه. اینا مثل پیتکو پیتکو را میرم. آفرین. گم میشه. من جیب ندارم دست خودت باشه. باشه. روانی میخوای سکاتو پس بدی چرا پرت میکنی؟ بیا بگو با احترام بفرمین سکاتو چی صدات بگید مثل نمیم چند تا بود؟